خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور، بیننده یکی دیگر از برنامه‌های رستاخیز سیمرغ در 25 آبان ماه 2579 شاهنشاهی هخامنشی هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ساعتی رو که پشت سر گذاشتید براتون ساعت خوبی بوده باشه و تا پایان برنامه امشب که یکی از جنجالی ترین برنامه‌های رستاخیز سیمرغ هست با ما همراه باشید. در آغاز برنامه بریم سراغ دوست و همرزم عزیزم جناب قاسمی. جناب قاسمی درود بر شما. بله، منم درود میگم خدمت شما جناب کمالپور و دوست عزیزمون در برنامه و درود ویژه به همه هموطنان عزیزانی که برنامه های رستاخیز سیمرغ رو دنبال میکنن، دوستانی که الان به صورت لایو دارن برنامه رو از فیسبوک و یوتیوب رستاخیز سیمرغ و فکر میکنم اون یکی کانال رستاخیز سیمرغ دارن برنامه رو دنبال میکنن و عزیزانی که در آینده برنامه آپلود شدن روی تلگرام و اینستاگرام و جاهای دیگه میبینن. سپاسگزار میشم که دوستان توی این فاصله حتما هم لینک برنامه یوتیوب رو حتما پخش کنید و هم برنامه رو توی فیسبوک، چون برنامه مهمی خواهد بود. بفرمایید جناب کمال. بله، همونطوری که جناب قاسمی اشاره کردن، دوست عزیزمون جناب شهروز غیبی هم امروز در برنامه هستن، در خدمتشون هستیم. شهروز جان درود بر شما. درود میفرستم خدمت شما جناب کمالپور و جناب قاسمی و تمام ایرانیان ایران پرست. امیدوارم که هر کجای دنیا هستند روز یا شبشون به خیر و شادی باشه. سپاس از شما، خیلی خوش اومدید شهروز جان. دوستان قبل از آغاز برنامه خواهشی که دارم، در کانال رستاخیز سیمرغ یک برنامه به صورت لایو پخش نمیشه، فقط کانال رستاخیز سیمرغ هستش در یوتیوب برنامه داره پخش میشه. لینک کانال یوتیوب رو کپی کنید در واتساپ، تلگرام برای هر کدوم از دوستان و نزدیکانتون که تمایل دارید در جریان صحبت‌های ما باشه ارسال کنید. و امشب برنامه یوتیوب برای اولین بار در لینک‌های مختلف پخش خواهد شد. ما بین برنامه اعلام می‌کنیم که وارد لینک جدید خواهیم شد در یوتیوب. دوستان حواستون باشه، هر جایی که لینک برنامه رو اعلام کردیم وارد لینک جدید بشید تا بتونید ادامه صحبت ها رو گوش کنید. اما برنامه امشب چرا حائز اهمیته؟ بسیار قبل از اینکه ببخشید، قبل از اینکه توضیح بدیم میشه بفرمایید عکس پروفایل آقای شهروز جریانش چیه؟ قبلش اولی توضیح بدید. این شهروز غیبی از طرف بعضی از این ایران ستیزان اسمشو گذاشتن شهروز غیبی. جناب شهروز نقش تلسکوپ داره و همه جا رو رصد میکنه، اطلاعات جمع آوری میکنه از قدیم و جدید و آینده و سعی میکنیم در صحبت ها و جلساتی که داریم، یکی از عزیزانی که بعضی وقتا حضور پیدا میکنن ایشون هستن و این اطلاعات رو به صورت امپیتری میذارم. من عکسی که به نظرم رسید با ماهیت شخصی ایشون یکیه، کسی که با تلسکوپ داره همه جا رو رصد میکنه. بله، خب جواب پرسشتون رو گرفتیم، بریم. بله بفرم. خدمت رو عرض کنم که در طول یک مدت زمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا رفتن برای انتخابات، دیدید خب رستاخیز سیمرغ برنامه نداشت. اصولا سیاست گذاری ما در رستاخیز سیمرغ این هستش که صبر میکنیم همه افراد هرچی در چنته دارن خالی کنن، خودشونو معرفی کنن و در نهایت ما میایم حرفای خودمونو میزنیم، آن چیزی که فکر میکنیم از نظر ما برای ماهیت ایران، برای آزادی ایران، برای نجات کشورمون، برای سرنگونی جمهوری اسلامی ددمنشی که ایران رو 42 سال اشغال کرده و به نابودی محض و کامل رسونده به درد میخوره، میایم حرفشو میزنیم. نه نسخه میپیچیم برای نیروهای درون مرزی، نه چیزی، حرفایی رو میزنیم که بهش میگم افشاگری، اطلاع رسانی، روشنگری. کار ما به هم زدن معامله مافیا و معادله های مافیا درباره کشور عزیزمون هست. به نفر و شخص کاری نداریم، ما جریان و کار داریم که چه جریانی شکل میگیره برای ایران. در طول این مدت خب شاهد این بودید که عزیزان همیهن ما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از ماهیت براندازی خارج شدن،
شدن ماهیت ترامپیست و به انتخابات کشوری پرداختن که کشور ما نیست. انتخابات در کشور ما قرار نیست برگزار بشه که اتفاقی رو به نفع مردم ما و یا در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی رقم بزنه. اتفاقاتی که در حواشی ایران در حواشی مرز کشور عزیزمون رخ داد در طول این مدت، از جنگ نظامی ارمنستان با جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان، نقل و انتقالات ادوات نظامی در خاک عراق، خرید تسلیحات نظامی توسط عربستان، پیمان صلح بین امارات با اسرائیل، خرید تسلیحات نظامی توسط امارات، نقش ترکیه در حمله ایران به ارمنستان، نقش ترکیه در لیبی و در دریای مدیترانه، تمام این حواشی و حضور نیروهای نظامی و موساد از طرف دوستان رو در نظر بگیرید، از اینجا به بعد هر جای ما واژه دشمن فرضی یک رو اعلام کردیم یعنی اسرائیل، دشمن فرضی دو یعنی آمریکا. حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی امنیتی دشمن فرضی یک در اطراف مرز کشورمون بیانگر یک سری حوادث از نظر ما کاملا روشن برای کشورمونه، برای جایگزینی با یک جمهوری مذهبی توتالیتر که 42 سال هست به وظایفش خوب عمل کرده، برای اینکه اربابانش به اون نتیجه و بهره‌ای که میخوان برسن. امشب برنامه ما در رابطه با موضوع انتخابات آمریکا و نقش انتخابات در آمریکا در کشور عزیز ما در رابطه با جابجایی حکومت یا سرنگونی حکومت خواهد بود، بررسی نفوذ دشمن فرضی یک در منطقه و آثاری که میتونه در به هم ریختن تمامیت ارضی کشورمون داشته باشه و نقشه‌های شومی که برای منطقه خاورمیانه و ایران کشیدن. بنابراین تردید نکنید، یکی از جنجالی ترین برنامه است، تردید نکنید، باید حمایت کنید و حمایت شما فقط و فقط انتشار برنامه های ما در فیسبوک، در یوتیوب، در تلگرام و اینستاگرامه. این از پیش مقدمه. جناب قاسمی بفرمایید. بله من درود بر شما آقای دکتر مهراد عزیز، درود بر شما. بله یه درود بفرستیم خدمت دوستانی که تازه پیوستن، جناب دکتر سروش مهراد گرامی، و یه یادآوری بکنیم که آبان خونین، برای آبان خونین امروز روز دوم قیام ملی آبان بود و خب دیدید جنایتایی که جمهوری اسلامی انجام داد و اتفاقا با این قسمت ها هم امروز ما توی این برنامه خیلی خیلی کار داریم. اما من یه توضیح بدم قبل از اینکه بخوایم وارد برنامه بشیم، چند تا موضوع امشب بررسی میشه دوستان. یکیش همینجوری که جناب کمالپور فرمودن راجع به انتخابات آمریکا و کنش و واکنش هایی که بین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، مخصوصا هموطنانمون در طیف پادشاهی که توی این ایام چرا بیراهه رفتن، این خیلی خیلی مهمه. همچنین که جناب کمالپور گفتن کشور آمریکا کشور ما نیست، اما دانستن و نقش داشتن در بازی های جهانی هم خارج از مسیر مبارزات بر علیه جمهوری اسلامی نیست. با یک به قول معروف اصل بسیار بسیار مهم، اون اصل اینه که یادمون نره و یادمون باشه در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم، در مورد انتخاباتی داریم صحبت میکنیم که همه بدبختی کشور ایران از این کشور شروع شد. و اگر بخوایم توی این وسط فرقی قائل بشیم بین این که حالا امروز ایشالا گربه است اما سال دیگه ممکنه خرس باشه، همین کلاهی که 41 سال سرمون رفته میره و به جای اینکه توی این مسیر مواضع ایران پرستان نه آمریکا پرستان، خیلی فرق میکنه دوستان، مواضع ایران پرستان رو قوی کنیم، صدای هموطنان داخل کشورمون باشیم، متاسفانه گرد و غبار مصنوعی ایجاد شد و یه سری اتفاقات اون پشت افتاد که قرار نبود مردم ایران ببینن و بهش
بپردازن. یکیش اینه و یکی دیگرش، یکی از موضوعهای دیگهی که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم، بازگشت به چندین برنامه قبل از طرح معامله بزرگ قرن که مطرح شد در آمریکا، اتفاقاتی که افتاد و تیکه های پازلی که با سرعت داره کنار همدیگه قرار گذاشته، قرار داده میشه که اون صحنه بسیار بسیار وحشتناکی که شاید بارها ما تو برنامه همون گفتیم ولی این بار میخواییم به صورت شفافتر و دقیقتر در موردش صحبت کنیم، داره آماده میشه برای کشورمون ایران که بسیار بسیار خطرناک خواهد. خب جام کمارپور، میخواییم شما برنامه رو شروع کنین یا من آغازگرش باشم؟ فرق نمی کنه جناب شهرز، شما تو این قسمت صحبتی دارید؟ شهرز جان هستی یا غیب شدی؟ نه بله هستم. نه جام کمارپور ادامه بدید، من در ادامه صحبت رو پیگیری میکنم. خب سعید جان، شما من فکر میکنم که اگر در رابطه با ماهیت معامله بزرگ قرن صحبت کنی و بیای جلو، بعد به جایی میرسیم که مبحث انتخابات به موقع من صحبت هم آغاز خواهم کرد. شما بفرمید. خب پس جان کمارپور لطف کنید اون گفتگوی سخنرانی آقای نتانیاهو در کاخ سفید زمانی که معامله قرن مطرح شد رو بذارید که دوستان لطفاً با دقت به این سخنان گوش بدید و ببینید که آقای نتانیاهو، ببینید یکی از ایرادهای ما مردم، مخصوصا مردم ایران، از بس روز و شب داره از در و دیوار خبرهای ناگوار پمپاژ میشه توی افکار عمومی، میشنویم مطالب رو میشنویم اما نمیفهمیم، شنیدن و فهمیدن خیلی فرق داره. مطالب رو میشنویم اما نمیفهمیم. ما همیشه تو رستاخیز سیمرغ کارمون همین بوده که بیایم ریشه ها رو در خارج از هیاهوهایی که توی فضای اپوزیسیون پمپاژ میشه توسط دستگاه و جریان هایی که مأمور این کار هستن، اما ما میایم و مسائل رو باز میکنیم، ریشه ها رو نشون شما میدیم. کل اتفاقاتی که توی خاورمیانه ظرف حداقل 3-4 سال گذشته افتاده بود، تمامش خلاصه میشه در همین صحبتی که الان آقای نتانیاهو مطرح میکنه. لطفاً دوستانی که تعصبای خاصی دارن، چه در مورد همون دشمن فرضی شماره یک که جناب کمارپور گفت، دشمن فرضی جمهوری اسلامی شماره یک و دشمن فرضی جمهوری اسلامی شماره دو یعنی آمریکا و اسرائیل، کسانی که این تعصبها رو دارن، لطفاً یا تعصبتون رو بذارید کنار، این صحبت ها رو بشنوید، یا برید دنبال همون تعصبی که دارید و وارد این مسائلی که توی این برنامه گفته میشه نشید، چون مسائل وحشتناکیه برای تمامیت ارضی ایران. بفرما جام کمارپور. یه مطلبی هم من بگم، بعضی مواقع بسیاری از عزیزان و همیهنانمون که از دوستان عزیزمون هم هستن فکر میکنن صحبتایی که من یا جناب قاسمی میکنیم بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است. بارها در طول این 8-9 سالی که ما داریم فعالیت میکنیم گفتیم ما در حال حاضر با یک حکومت ددمنش خوناشام در حال جنگ و نبرد هستیم. در زمان جنگ کسی حلوا تقسیم نمیکنه، کسی شیرینی نمیاره بده دست شما. جنگ 8 ساله با عراق و شما شاید یادتون باشه، بسیاری از عزیزانی که سنشون به اون زمان میرسه قطعا یادتونه، شب مردم تو خونهشون خوابیده بودن، یه دفعه میدن که بمب اومد پایین، موشک خورد به یه منطقه‌ای، و در همین یک ماه اخیر شما دیدید مردم کشور ارمنستان راحت داشتن زندگیشون رو میکردن، غافل بودن از این که جمهوری ایران آماده داره میشه برای حمله نظامی با حمایت دشمن فرضی شماره یک جمهوری اسلامی حمایتش کرد و غافلگیر شدن. و جنگ هیچ زمانی پیام خوش نمیتونه داشته باشه، عاقبتش یکی از این دو چیزه، یا پیروزی یا شکست. پس ما سعی میکنیم مطالب رو اگرچه تلخ اما واقعیت رو بیان کنیم تا بدونیم که باید چه برنامه ریزی داشته باشیم، تا کسانی که دارن بررسی میکنن، همیهنان داخل کشور ما، کسانی که میخوان مبارزه کنن، حداقل با چشم باز برای مبارزه خودشون برنامه ریزی بکنن، فریب نخورن، در دام نیفتن، در تله
بسیاری از این حرامزادگان وسط بازی که به نام مبارزه و براندازی سعی میکنن مردم رو منحرف بکنن تا جمهوری اسلامی رفرم شکلی پیدا بکنه و به یک تغییر فقط نام برسه، نه تغییر ماهوی یا ماهیتی، اونها نتونن پیروز شن. پس اگر چیزی رو جناب قاسمی یا ما یا من داریم بیان میکنیم، چیزی نیستش که فقط خواسته باشیم بگیم خب نه مردم بترسید، نه، اصلا واژه ترس در زمان مبارزه و براندازی یه واژه مسخره‌ایه، واقع گرایانه به واقعیاتی که در حواشی ما، در حواشی مرزهای کشورمون داره پر میزنه باید نگاه کرد، فهمید تا به موقع بشه اونو زد و پراشو چید. بریم ببینیم که یه بار دیگه یادآوری کنیم معامله بزرگ قرن به چه نکاتی اشاره شد و امروز از اون معامله بزرگ قرن چه اتفاقاتی رو تونستن با موفقیت به سرانجام برسونن. مذاکره بکنی فوراً بدون توجه به تصمیم فلسطینیان، اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد، رو جوامع یهودی در سامره و جاهای دیگری رو که نقشه شما اونا رو شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این نکته رو. این تصمیم حفظ و حراست جناب قاسمی، هر جای خواستید که استاپ کنم بگید استاپ کنم. من با همین جاش کار داشتم جناب کمالپور، سپاس گذارم. بقیه‌اشو دوستان میتونم برم ببینم. اگر الان من روی تصویرم ادامه بدم. بله بله بله. بله. خب دوستان، همینجوری که شنیدید توی این صحبتایی که آقای نتانیاهو انجام دادن و آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تقریبا 7-8-9 ماه پیش شاید در سال 2020 بود و صحبت از یک طرحی به اسم معامله بزرگ قرن شد. این تاریخی که این صحبت‌ها داره انجام میشه، هیچ یکی از اتفاقاتی که شما در خاورمیانه دیدید در طول 5-6 ماه هیچ خبری از این اتفاقات نبوده، اما بعد از این استارت کار خورده میشه و مسائل میره به جایی که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم. آقای نتانیاهو رسما اونجا اعلام میکنه، میگن ما میشنویم اما نمیفهمیم، سرزمین هایی که در نقشه طرح حکومت طرح معامله قرن امروز نیامده، اما حکومت آمریکا تعهد کرده که اون سرزمین ها در آینده. کدوم سرزمین ها؟ سرزمین هایی که در قبل از همین صحبتش صحبت هایی انجام میده که اسرائیل در منطقه میخواد سیاست های خودش رو پیش ببره، از نظر امنیت میخواد کارهایی رو انجام بده و مدیریت کنه بخشهایی از خاورمیانه رو. فلسطین که اینجا به عنوان مثال میاد، بخشی از این معامله قرن مربوط به فلسطین میشه، اما اون داستان فلسطین یعنی معامله با کشورهای عربی منطقه، مخصوصا جنوب کشورمون ایران. و آقای نتانیاهو رسما اعلام میکنه، میگه آقای ترامپ، دولت آمریکا و حکومت آمریکا تعهد کرده که اون سرزمین ها در آینده ها سرزمین های اسرائیلی به قول معروف به رسمیت شناخته بشن. و مثال هایی که میزنه، سامرا و نمیدونم فلان و فلان که توی سخنرانش هست میتونید برید نگاه کنید، دقیقا داره همون مطلبی رو میگه که دکتر سروش مهراد در برنامه اون بارها و بارها اشاره کردن که در کتاب به قول خودشون مذهبیشون یا آسمانیشون که اسمشون نمیخوام بیارم، اومده از کجا تا کجا و چه سرزمین هایی متعلق به کشور خیالی این افراد یا این مجموعه هستن. که امیدوارم دوستان صحبت هایی که ما نمیتونیم انجام بدیم به خاطر اینکه محدودیت هایی که ارباب های فضای مجازی دارن روی سری جمله ها و کلید به قول معروف اسم ها شاید حساسیت برشون درست بشه و خب دارید میبینید دیگه اتفاقات، ولی متوجه بشید چی میگیم دیگه، حتما متوجه میشید. این خانم
چی رو دوستان بندازیدش راهنماش کنید صد لاشخان توی فیسبوک اگه هست. حالا سرزمین هایی که مد نظر این آقای نتانیاهو بود میشه بعد از معامله قند بیای در موردشون صحبت کنیم که کدوم سرزمین ها میشه. شما میبینید اسرائیل از یک میگم حالا از یک کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص ظرف چندین ماه گامهای بسیار بسیار بزرگی رو برمیداره و دور تا دور ایران به صورت رسمی و علنی حضور پیدا میکنه، از کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس بگیرید تا غرب ایران تا شمال غربی ایران و از این ورم بیاد شمال شرقی شرق و جنوب شرقی ایران، عملا شما میبینید کشور اسرائیل میاد و دور تا دور ایران رو محاصره میکنه. به چه دلیل این اتفاقات میفته و چرا آمریکا توی این راستا داره کمک میکنه؟ برگردیم به 40 و چند سال پیش صحبت شاهنشاه آریامهر که ایشون فرمودند میخواهند ایران را ایرانستان کنند. چرا میخواهند ایران را ایرانستان کنند؟ چون مافیای جهانی که یک بازوش فعلا در اون منطقه خاورمیانه همون دشمن فرضی شماره یک جمهوری اسلامی هست، قرار مدیریت اون منطقه رو به دست بگیره و اون از نظر من شخص من و اون کشور دشمن فرضی شماره دوش که میشه آمریکا باید منطقه خاورمیانه رو ترک کنه و جای دیگه سنگر درست کنه که از نظر من اون جای دیگه است، جای دیگه‌اش دریای چینه و آمریکا توی برنامه‌هاش هست که از خاورمیانه انتقال پیدا کنه تجهیزات و پایگاه‌هاش به دریای چین برای کنترل چین و هند در اون منطقه. برای اینکه این بخواد جای پای خودش رو به قول معروف عوامل خودش یا خودی‌هاشون رو بذارن، از این رفیقشون توی اون منطقه استفاده میکنن که میشه دشمن شماره یک فرضی جمهوری اسلامی. حالا وقتی تمام این مسائل رو بررسی میکنید، ما تو دو سه تا برنامه قبل اومدیم یه سری اسناد رو ارائه دادیم که این مافیای جهانی برای کنترل خاورمیانه، یعنی کنترل نفت و گاز خاورمیانه، از یک شبکه لوله کشی سراسری برای نفت و گاز داره به قول معروف پرده برداری میکنه که این شبکه گسترده نفت و گاز منطقه خاورمیانه همش جمع بشه و از خاک یا از کشور اسرائیل به دنیا ترانزیت بشه، یک، یا از این مسیر یا تحت نظر کامل اسرائیل نفت و گاز به دنیا صادر بشه. یعنی عملا این دوستانمون میخوان بشن پمپ بنزین یا پمپچی خاورمیانه. حالا وقتی اینها بشن پمپچی خاورمیانه، دیگه شما باید حساب کار دنیا رو بکنید که چه اتفاقاتی بعدش میخوان رقم بزنن. اینا رو صحبت کردیم توی اون برنامه، حتما برید ببینید، ولی بقیه‌اش رو در ادامه بعد از صحبت جناب کمالپور من ادامه خواهم داد که چگونه اینها ریشه کردن، بعد اینجا جناب شهروز توضیح میده در داخل ایران و اتفاقاتی که به بعدش داره میفته. اما داستان ما از اینجا شروع میشه. بفرمایید جناب کمالپور. بله، من یه فلاش بک بزنم به قبل از 1979. یکی از واژه‌هایی که امروز کشورهای قدرتمند در جهان مانند ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی این کشور مدام در بوق و کرنا می‌کنند، بی‌ثباتی حکومت‌های منطقه خاورمیانه از 1980 به بعد هست، یعنی عملاً بعد از حمله مذهبیون افراطی به سفارت آمریکا در ایران، اینها میگن یک بی‌ثباتی در منطقه حکم فرما شده. اما اگر ما تاریخ منطقه رو خاورمیانه رو نگاه بکنیم، از 1968 عملاً در بی‌ثباتی بوده و ما 1978 پیمان کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر رو داریم که در اون زمان زنده یاد انور سادات در 12 روز پیمان کمپ دیوید رو در نهایت در کاخ سفید امضا کردن با مناخم بگیم نخست وزیر وقت اسرائیل، و نتیجه این پیمان کمپ دیوید هم به جای خط نشد به غیر از اینکه انتقام
حکام عرب در رژه نظامی دو سال بعدش توسط اخوان المسلمین از زنده یاد انور سادات گرفته شد و ایشون رو ترور کردن و جان باخت. ما یک بی‌ثباتی در منطقه داشتیم، اما ترس واقعی کشورهای قدرتمند از ثبات قدرت در ایران توسط شاهنشاه بود و رفته رفته دیدن مثلث قدرت در ایران داره تک‌ضلعی میشه، یعنی همیشه ایران تا 1979 و با وجود شاهنشاه آریامهر در رأس ایران و مثلث قدرت در خاورمیانه بود و این مثلث تبدیل به یک خط تک‌ضلعی شده بود به نام ایران. اسرائیل جایی برای مانور در خاورمیانه نداشت و عربستان هم در مقابل ایران چیزی برای بیان نداشت. عملا با ورود رولا خمینی و سرنگونی حکومت شاهنشاهی و آمدن یک حکومت توتالیتر مذهبی از شیعه اثناعشری افراطی که پرورش یافته همون دشمن فرضی شماره یک بودن و به قول آقای دکتر مهراد جمهوری اسلامی عبری عربی، زمانی که اومد سعی کردن ثابت کنن که ایران هم مانند کشورهای دیگه در منطقه از نظر حاکمیت، از نظر اجرای سیاست‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی فاقد ثبات هست. وقتی فاقد ثبات باشه قطعاً امنیت از منطقه رخت بر خواهد بست. به همین دلیل پای قدرت‌های بزرگ جهانی به منطقه باز میشه تا به بهانه حفظ امنیت منطقه زور آزمایی بکنن. بعد از معامله بزرگ قرن شما شاهد یک اتفاق غیر مترقبه بعد از بیش از 30 سال، حالا تو این 30 سال درگیری های خرد و کوچکی بوده بین جمهوری ارمنستان و جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان، اما درگیری که منجر به انعقاد یک پیمان و واگذاری مناطق اشغال شده باشه نبوده. در طول این پروسه شما میبینید از 1979 تا به امروز رفته رفته یک سری حوادثی در منطقه مخصوصا بعد از جنگ 8 ساله با عراق رخ داد که سعی کردن جمهوری اسلامی رو در خاورمیانه پخشش بکنن، یعنی در واقع بگن جمهوری اسلامی داره قدرت میگیره، جمهوری اسلامی داره میشه یک جمهوری اسلامی اتمی، جمهوری اسلامی داره در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در همه جا، در قطر قدرت داره، در امارات قدرت داره و الان شده یک زنگ خطر بزرگ برای منطقه. اسرائیل با این همه قدرتی که در کشور خودش هم داره و کسی نمیتونه منکر قدرت این کشور بشه، شاهد این هستیم که در یک حرکت غیر متعارف میاد مناطقی که در جنوب لبنان رو گرفته بود خالی میکنه و نیروهای نظامیشو میبره تو خاک خودش و از این خلأ نظامی در منطقه بلافاصله نیروی حزب الله تحت حاکمیت سپاه اورشلیم یا جمهوری اسلامی بلافاصله اونجا خونه میکنه. این چراغ سبز رو کی بهش نشون داد؟ دشمن فرضی شماره یک جمهوری اسلامی طبق آموزش های سیستم اطلاعاتی امنیتیش و هماهنگی های لازم. و همین میشه پاشنه آشیل یا چشم سیاوش کشور ما که بگن آقا هر لحظه ما بخوایم با بمب اتم شما رو میزنیم، چون نیروهای جمهوری اسلامی سپاه اورشلیم از خاک لبنان و فلسطین دارن به مواضع کشور اسرائیل حمله میکنن. درسته، اما این چراغ سبزا، این موقعیت ها، این بسترسازی ها به غیر از یک تعامل بین المللی نمیتونه برای یک کشور دیگه ایجاد شه که از خاک ایران بلند شه بیاد بره تو خاک لبنان، اونجا پادگان بزنه، پایگاه بزنه، سرکوهای پرتاب موشک احداث بکنه و کسی هم کاری نداشته باشه. اینا رو داشته باشید، برسیم ببینیم به این که از فروردین 1399 در منطقه چه حوادثی رخ داد متعاقب معامله بزرگ قرن که جناب قاسمی توضیحاتو دادن. اتفاقی که ما
میخواییم بگیم، قبلا هم گفتیم، مخصوصا در برنامه قبلا اشاره کردیم، اعتقاد ما بر این استش که تمام آثار و شواهد ممکن که در اختیار داریم از چیزایی که داره پخش میشه، همه تو دارید میخونید، و متاسفانه دامن زدن به یک سری از واژه هایی که تابو شده و مردم ول نمی کنند، مثل اینکه دست به دامن رئیس جمهور آمریکا بشیم که بیاد ما رو نجات بده، ناجی کشورمون و ناجی مردممون و قدرتی بدونیم که فقط به فکر خالی کردن منافع و منابع زیرزمینی و نفتی و همه آن چیزی که برای مردم ایران هست بدونیم، قطعاً به جای منجر نخواهد شد در قبال بیمسئولیت مردم، بیمسئولیتی و بیتفاوتی مردم کشورمون به اسم جنگ. اما به اعتقاد ما این جنگ انکارناپذیره. از نظر نظامی شما وقتی چیدمان تسلیحات نظامی و تبادل تسلیحات نظامی، خرید و فروش تسلیحات نظامی، تحرکات نظامی در منطقه رو شما نگاه میکنید، بیانگر یک چیز بیشتر نیست و اون آماده شدن یک جنگ تمام عیار از جنوب شرقی ایران. این بس اگر دوستان برید نگاه بکنید، این مسائل رو هم من هم جناب قاسمی مربوط به امروز نیست، مربوط به 5-6 سال قبله که ما داریم میگیم و امروز دیگه داریم کامل بازش میکنیم. 5-6 سال پیش هم جناب قاسمی هم من گفتیم ایران با قحطی و خشکسالی روبرو خواهد شد، با همین منوال پیش بره، مردم ایران از قحطی و خشکسالی کشته خواهند شد، و جنگ رو گفتیم، زلزله، سیل، تمام این اتفاقات رو گفتیم. امروز میخوایم یه خورده خودمونی تر بیشتر بازش کنیم. وقتی ما به تحرکات نظامی نگاه میکنیم، میبینیم از فروردین 1399 متعاقب ورود اسرائیل به معامله بزرگ غرب و رایزنی برای صلح با عرب در منطقه، ایالات متحده آمریکا چندین ناو هواپیمابر جنگی و هسته‌ایش رو فرستاده رو تو خلیج فارس. از جاهایی که مستقر بودن یک مقدار از آبهای ایران فاصله گرفتن. از جنوب عراق شما نگاه میکنید، ایالات متحده آمریکا کل نیروهای نظامیشو از پادگانها و پایگاهاش تخلیه میکنه، میبره در اقلیم کردستان و در اطراف کرکوک و اربیل مستقر میکنه. پایگاه عین الاسد و دو گروهان فقط نیروی هوایی رو مستقر میکنه و پایگاه عین الاسد رو فقط و فقط آماده فرود و تکاف برای بزرگترین بمب افکن خودش B-52 میکنه. نگاه میکنیم در منطقه شمال عراق، در اقلیم کردستان و کلن شمال و شمال غربی عراق، 28 دستگاه سامانه موشکی پاتریوت رو مستقر میکنه. نگاه میکنیم نیروهای نظامیشو از خاک سوریه خارج میکنه، باز میاره تو شمال عراق مستقر میکنه. بخشای از تسلیحات نظامیش که در افغانستان بود و جابجا میکنه و به مرز ایران نزدیک میکنه و تعدادی از تانک ها و هنگ زرهی خودش رو اونجا دوباره بازسازیش میکنه. در عربستان نزدیک به 1300 میلیارد دلار تسلیحات نظامی معامله میشه. قرارداد واگذاری هواپیمای جنگنده F-35 با امارات متحده عربی بسته میشه. نگاه میکنیم قاسم سلیمانی رو در عراق کتلت میکنن، قبل از اون از موصل بلند میشن بر علیه جمهوری اسلامی به عنوان مداخله در امور سیاسی عراق قیام میکنن. ارتش عراق، بخشی که با حکومت عراق نیست و در واقع زیر مجموعه سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا هست، شروع به بازسازی و ریکاوری خودش میکنه در خط جنوبی، از جنوب جزیره فاو تا نزدیک به مرز مهران بازسازی میکنه خودشو. در شمال ایران شاهد هستی نیروهای ترکیه، نیروهای
شبه نظامی و تروریستی داعش رو انتقال میدن به جمهوری ایران برای مقابله با ارمنستان. و امروز نه تنها این نیروهای شبه نظامی تروریستی از خاک جمهوری ایران خارج نشده، بلکه بخشی از تسلیحات نظامی و بخشی از نیروهای نظامی ترکیه در خاک جمهوری ایران مستقر هستند و موندگار شدند. همزمان با این، احداث و استقرار پایگاه‌های نظامی و اطلاعات امنیتی دشمن فرضی شماره یک جمهوری اسلامی در مناطق جمهوری ایران، در خاک ترکیه، در عراق، در عربستان و امارات شکل می‌گیرد. هفته گذشته یا اوایل همین هفته بود، ناو هواپیمابر آمریکایی از خلیج فارس و آب‌های منطقه‌ای که مربوط به ایران هست خارج شد و به سمت آب‌های دریای جنوب هند و سمت جنوب چین حرکت کردند. و در واقع این استراتژی از تیررس خارج شدن موشک‌ها و تسلیحات نظامی هستش که این وسط دارن کار میکنن. تمام اینها رو که با هم جمع بکنیم میرسه به یک جنگ. حالا بسیاری از همیهنان ما فکر میکردن که دونالد ترامپ میتونه برگ پیروزی باشه برای مردم ایران، اگر در زمانی که جمهوری اسلامی با فشار حداکثری دونالد ترامپ به ضعیف‌ترین دوران تاریخی از نظر اقتصاد و تامین منابع مالی خودش برای مدیریت کشور رسیده بود، مردم عزیز ما قیام می‌کردند و امروز می‌اومدن وسط با حفظ یک فاکتور اساسی و اون آمادگی ارتش ایران برای حمایت از مردم، شاید ما میتونستیم از فرصتی که به دست آورده بودیم از فشار حداکثری تبدیل به یک تهدید بزرگ و در نهایت به یک پیروزی بکنیم تا جمهوری اسلامی رو سرنگونش بکنیم. اما اینکه دونالد ترامپ بیاد شرایط رو مهیا بکنه، اینکه دونالد ترامپ بیاد با ارتش آمریکا جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه تا مردم ایران برن پای صندوق رأی، اینکه دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بیاد کاری رو بکنه که مردم ایران به خواستشون برسن، فقط در خواب و خیال هست. اینو تا اینجا داشته باشیم، بریم سراغ دوستان، برمیگردیم من ادامه صحبتامو در خدمتتون خواهم بود. جناب شهرز شما صحبتی دارید؟ خواهش می‌کنم. در این خصوص می‌خواستم بگم که یک مقداری مردم ما متاسفانه دچار یک خوابزدگی و یا یک اشتباه فکری و تاریخی هستن. ما اصولا مردممون منتظر یک ناجی هستن. این یک ریشه تاریخی داره که یک مردم بشن دست و دست بذارن و یک ناجی بلندشه بیاد اینا رو نجات بده. این مشکل عمیق جامعه ماست و تو هر کاری هم، حتی کارهای شخصیشون هم متاسفانه اینجوری هستیم. امیدوارم که با تکیه به رهنمودهایی که شاهزاده رضا پهلوی در پیمان نوین و دیگر سخنرانی‌هاشون داشتن، مردم این فانوس رو دستشون بگیرن و به جای اینکه به دنبال یک شمعی که هر لحظه ممکنه خاموش بشه برن، دنبال این فانوسی که دائم روشن خواهد بود راهشون رو پیدا کنن. ادامه صحبت‌ها رو از جناب آقای قاسمی می‌شنویم تا برسیم سر این که جمهوری اسلامی چطوری به وجود اومد، کی نگهش داشته و به کجا میره. بله، سپاسگزارم. دوستان لطفاً توی یوتیوب حتما برید الان مجددا برنامه رو پخش کنید. من کامنت های یوتیوب رو توی فاصله که دوستان صحبت میکنن هم من میبینم، هم فکر میکنم جناب کمالپور میبینه. بله، کامنتاتون رو میخونید. بله، و توی فیسبوک هم لطفاً برنامه رو پخش کنید که دوستان دیگه هم بپیوندن. برگردیم بیاییم سراغ
اصل جریان، اصل جریان توی منطقه خاورمیانه تقابل دو یک تمدن آریایی اصل ریشش و یک تمدنی که یا یک فرهنگی که یا حالا اگه اسمشو میشه گذاشت فرهنگ یا تمدن، به هر حال یک تاریخی که یک مجموعه یا یک اندیشه‌ای با تمدن آریایی و با فرهنگ آریایی در تقابله. اصل ریشه، حالا شهروز عزیز امیدوارم بعد حتما به این قسمت یه اشاره‌ای بکنه، شما میبینید در طول اتفاقهایی که حداقل در 150 سال گذشته اتفاق افتاده، یکی از هدف گذاری های بسیار بسیار شاخص در هر دوره‌ای که اهریمن موفق شد بر کشور ایران تسلط پیدا کنه، اهریمن میشه دوره قاجار، اهریمن میشه دوره جمهوری انجرنشان آخوندی و در طول تاریخ ما زیاد داریم و یک پرانتزی در تاریخ معاصر ایران به اسم دوران پرشکوه پهلوی که مقابل این اهریمن ها ایستاد و خب حالا دیدید که سال 57 با چه ترفندی این پرانتز رو سعی کردن ببندن که در عمل بستن، اما در حقیقت این پرانتز بازه برای ملت ایران، کما اینکه اومدن فریاد زدن توی خیابون ها. و تقابل این دو جریان یکی از شاخصه هاش این بود، آثار باستانی ایران شهر رو اینا سعی کردن از بین ببرن. حالا اون چیزی که وجود داشت مثل طاق کسرا و امثال اینها رو توسط ابزاری به اسم داعش که اونم از ابزار خودشون بود ویران کردن، بخشیش رو توسط خلخالی ها ویران کردن، بخشیش رو توسط خمینی ها ویران کردن، بخشیش رو توسط خامنه ای ها ویران کردن و بخش زیادیش هم در دوران قاجار اینها ویران کردن که از این تمدن و فرهنگ ایرانی یا آریایی چیزی نبوده. فقط هم در چارچوب ایران فعلی نه، در مجموعه ایران شهر یکی از اهداف اولیه نیروهای به قول معروف اشغالگری که وارد میشد نابودی این آثار بود که حالا جناب شهروز حتما بعدش توضیح میده. اما حکومت شاهنشاهی ایران چند سال قبل از سال 57 این رفیق فرضی جمهوری انگلنشان آخوندی، همین کشوری که در موردش صحبت میکنیم، وارد سیستم امنیتی ایران یا دربار ایران تحت عنوان ساواک شد و از درون تونست نبض این جامعه و نبض امنیت این جامعه رو تو دست خودش بگیره. و وقتی شما میتونی سیستم امنیتی کشور رو در اختیار بگیری، اداره اون کشور به سمت سقوط یا به سمت صعود خیلی ساده است برای شما، چون میدونی داری چی کار میکنی و قراره چه اتفاقاتی بیفته و میتونی بازی ها رو خیلی قشنگ توی سیستم ها نهادینه کنی، که تهش منجر شد که ما قبلا گذاشتیم ویدیویی از دادگاهی بخشی از افراد در ساواک که اومدن در دوره جمهوری اسلامی اعتراف کردن اون پروژه خمینی در ماه پروژه موساد بود و امثال این مسائل. بعد از اون هم بعد از سال 57 اون مافیای جهانی که در طول 40 و چند سال قبل از 57 نتونسته بود کشور مورد نظر ما رو که الان داریم صحبت چه میکنیم و به اون اهدافی که باید برسونه نتونسته بود برسونه، با یک به قول معروف شامورتی بازی بسیار 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 زیرکانه ای اومدن یک دشمن خیالی برای اون کشور درست کردن به اسم جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری عبری عربی ایران. الان شما میتونید بگید جمهوری عبری عربی ایران، اما یک سال پیش اگر این حرفو میزدید دوستان خودتون خرخرتون رو میجویدن و یکی از افتخارات رستاخیز سیمرغ همین بود که مغز جمهوری اسلامی رو وقتی اون الله وسطش رو باز کردیم برای دوستان، مشخص شد که اون میله وسطش همون کشور اسرائیل هست یا سیاست اسرائیل هست. بعد از سال 57 با یک فریب بزرگی به اسم این که دشمن شماره یک جمهوری اسلامی فلان کشور است و دشمن شماره دو فلان کشور است، در ظاهر اما در باطن کاری کردن
که ظرف 41 سال اون روی اون پروژه‌ای که داشتن کشور مورد نظر از نقطه مثلا فرض کنید ته ته جدول یه دفعه رسید به سر جدول و ظرف 42 سال یک راهی که شاید اگر میخواست طبیعی سیر کنه شاید 400 سال باید طول میکشید تا این اتفاقات امروز در خاورمیانه برای اون جریانی که صحبتشو کردیم بیفته. مثلا بازوهای اون کشور در داخل ایران یکیش سپاه قدس یا همون سپاه اورشلیم هست که تمام عملیات هایی که در خارج از ایران این مجموعه در طول 30 سال عمرش، یعنی سپاه قدس در طول 30 سال عمرش هر عملیاتی در خارج از مرزهای ایران انجام داد به نفع سیاست های کلان کشور شمار دشمن شماره یک فرضی جمهوری اسلامی بود. از بمبگذاری هایی که در پادگان ها انجام داد، در سفارت خونه ها انجام داد، در اتوبوس ها انجام داد یا هر کجای دیگه که انجام داد، امتیاز اصلیش رو این کشور در مجامع بین المللی این یکی گرفت. مردم ایران هزینه رو دادن، پول رو دادن، جون رو دادن، خون رو دادن، بی آبرو شدن تا این کشورک بتونه به قول یارو گفتنی رو پاش بیسته. این یکی از خوبی های جمهوری اسلامی برای این دشمن فرضیش بود و کار به جایی رسید. باز این یکی از برنامه، یکی از دستاوردهای رستاخیز سیمرغ که شما امروز میبینید توی رسانه‌های جریان اصلی میان و میشینن در مورد دوستی و پیوندهای جمهوری اسلامی با دشمن فرضیش برای اولین بار میان ایران رو مطرح میکنن. چرا مطرح میکنن؟ چون این تابوها، این دیوارهایی که کشیده شده بود دور این واقعیت و حقیقت توسط رستاخیز سیمرغ و دوستان شکسته شد و درونش عریان شد. برای همین است که مثلا یک کسی مثل نوچه‌های منوچهر ساچمشی و امثال اینها میان و خودشون رو جرواجر میکنن که مثلا ضربه‌ای بزنن به رستاخیز سیمرغ، اما ذهن خیال باطل به قول یارو گفتنی آبی که ریخت دیگه ریخته، دیگه نمیتونید شما بیاید این واقعیت رو انکارش کنید، دیگه نمیتونید. یکی از نشانه های بسیار بسیار بارزش که همین چند روز پیش اتفاق افتاد همکاری علی خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی و اسرائیل در کشور آذربایجان یا ایران، در کشور ایران یا آذربایجان جدی بود که حالا در ادامه بهش میرسیم. از این شفافتر و واضحتر اراذل اوباش منوچهر ساچمشی بیان پاسخ بدن، از این واضحتر آیا ممکن است که علی خامنه‌ای بیاد فتوا بده برای حمایت از سیاست اسرائیل در کشور ایران؟ بیا پاسخ بدید آقای اراذل اوباش منوچهر ساچمشی، چرا باید علی خامنه‌ای به 4 نمایندهش که 4 امام جمعه شهرها و استانهای آذری نشین ایران هست، چرا باید بیاد فتوا بده برای پیشبرد سیاست اسرائیل در ایران که حالا میگیم اون سیاست داده اون میخواد به کجا برسه؟ چرا باید بیاد؟ آیا غیر از اینه که جفت اینها بازوی یک جریان در منطقه هستن؟ جمهوری اسلامی هر کاری کرد باعث رعب و وحشت اون کشورک های عقب مانده ذهنی حاشیه خلیج فارس، اون شیخ نشین ها کرد که اونا بپرن تو بغل پسر عموی سامبیشون که پریدن. و این نمی شد مگر اینکه حکومت شاهنشاهی ایران فرو بریزه و منافع و منابع ملت ایران هزینه این پروژه به این بزرگی بشه که شد. اما این پروژه گام بعدی هم داره که حالا در ادامهش میرسیم. من میخوام از جناب شهروز خواهش کنم، ضمن اینکه اگه در مورد اون نابودی آثار آریایی یا ایران شهری در مقابل این جریان هست مسائل رو توضیح بده، و دوم اصول اصلی قوم فلان یا اون کشور فلان در داخل بدنه جمهوری اسلامی رو چند تنشون رو جناب شهروز برای ما بگید. اینا کیان؟ اینایی که بازوی داخلی اون جریان در داخل سیستم جمهوری اسلامی هستن. لطفاً این دور برای دوستان یه توضیح بدید. دوستان با دقت لطفاً به اسامی گوش کنید. ببینید اینا در بطن جمهوری اسلامی هستن. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اول درود می‌فرستم خدمت جناب مهراد گرامی و دیگر میهم پرستانی که تازه ما پیوستن. شما گفتید من شنیدم. والا اولش بود یه ساعت پیش بود و دیگه فرصت نشد صحبت کنم. ارزم به حضورتون که دوستان در یوتیوب یه سیدود 4 دقیقه دیگه وارد لینک جدید میشیم. این برنامه در لینک اول اگر دیدید که قطع شد در دسترستون نبود، لینک دوم بلافاصله بالا میاد و شما میتونید وارد لینک دوم بشید برنامه رو ببینید. بین این برنامه کلیپ نماهنگ تلنگوری بر ارتش رو خواهیم گذاشت تا شما برسید و به بس برسید، از بس دور نخواهید بود. بفرمایید جناب شهرزاد. خب مهران جان، من فکر کنم قبل از اینکه شهرزاد جان بخواد شروع کنه، چون بحث شهرزاد جان بذارید یه تیکه باشه، من فکر کنم شما همون نماهنگ تلنگوری بر ارتش رو بذارید لینک عوض بشه، بعد برگردیم شهرزاد جان اونجا شروع کنه. بسیار پیشنهاد خوب و پسندیده است. دوستان توی فاصله توی فیسبوک حتما حتما برنامه رو پخش کنید و ضمناً الان که تلنگوری به ارتش پخش میشه حتما لطف کنید برید تو کانال یوتیوب رستاخیز سیمور و لینک جدید رو مجددا شیر کنید، برگردید بیایید همونجا میبینیم کامنتاتون رو هم توی فیسبوک. بفرمایید.